سلام علیکم آقای دکتر. سلام، بفرمایید. حالتون خوبه آقای دکتر؟ ببخشید مزاحمتون میشم. خیلی خوشحالم از اینکه تونستم با شما تماس بگیرم. آقای دکتر، من سریع برم سر اصل مطلب، میدونم زمان کوتاهه. من دو تا دختر دارم، یکی الان 38 سالشه، یکی 37 سالشه. دختر 38 ساله من ازدواج کرده، الان داره زندگیشو میکنه. دختر دومم که اینا دو تا دخترای من پشت سر هم به دنیا اومدن. از زمان تقریبا 17-18 سالگی هم رفتن خارج از ایران. یه سری رفتن یه چند سالی یه کشور دیگه، اونجا 3-4 سال موندن، بعد اومدن ایران به دلیل وضعیت مالی پدرشون. نتونستیم اونجا ساپورتشون کنیم ادامه بدن. اومدن ایران 3-4 سال موندن که من دوباره اقدام کردیم، وضع مالی بهتر شد، اقدام کردیم برای اینکه بچه ها برن دوباره خارج از کشور. رفتن اقدام کردن و اونجا هم دیگه ثبت نام کردن و شروع کردن به درس خوندن. دختر بزرگی من چون یه رشتش طوری بود که پیوسته بود، همونجا موند و ادامه تحصیل داد. دختر کوچیکم چون رشتش چطوری بود که تا لیسانس و بعد از لیسانس میتونست بره یه کشور دیگه، رفتن اقدام کردن و رفتن کانادا. دختر کوچیکم رفت کانادا و اونجا چون رشتش کامپیوتر بود، اونجا شروع کرد به درس موندن. ما خب سال اول و دوم خب اونجا خوند و دیگه برای فوقش و اینا رو خوند و دیگه تا اینکه رسید به سال سوم و چهار رو. سال سوم همو از اون اول خب ما خیلی صحبت میکردیم، میونمون خوب بود، همه چی عالی بود. از سال سوم به بعد که دیگه این دختر یواش یواش دیگه اصلا با کل فامیل و با کل اینا قطع کرد، اصلا دیگه هیچ صحبتی نمی کرد. می گفت نه من حوصله‌شون رو ندارم و حالا اونا اصلا مهم نیست. بعد یواش یواش دیگه ما دیدیم این یه مقدار خیلی هی سر ناسازگاری میذاره، هی گله میکنه شما با من اینجوری کردین، من تو کوچیکی اینجوری بودم، من دختر دوم بودم، نمیدونم منو دوست نداشتن، از اینجور چیزا. خیلی هم از اولم دختر بسیار آرومی بود، یعنی اصلا وقتی این بچه دوم که به دنیا اومد اصلا خیلی آروم، خیلی ساکت. هیچ وقت ما با این بچه هیچ مشکل نداشتیم، نه در رابطه با شیطونیاش، نه در رابطه با درس خوندنش. همیشه درساش خوب بود، همیشه اوکی بود، اصلا هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم. بعدش دیگه از سال سوم که تو کانادا بود این شروع کرد این کارا رو، یواش یواش. از من نپرسین چیکار میکنم، از من نپرسین کجام، از من نپرسین اصلا اقامت گرفتم، از من نپرسین اینا شده. تا اینکه باباش تقریبا یک سال پیش یعنی یه طوری شد که اصلا دیگه یه مشکلی چطوری بگم لفظی و دعوایی شد و دیگه اصلا کاملا با باباش قطع کرد. بعدش من خیلی براش تو واتساپ پیغام گذاشتم، دخترم من میخوام صحبت کنم، من دلم تنگ میشه، کجایی، چی کار، تمام اینا رو گفت. تا اینکه بعد از یه مدت با من شروع کرد، بعد از کنیم 20 روز یک ماه شروع کرد صحبت کردن. اسم استاد و اینا گفت فلاروز صحبت کن. من صحبت کردم به اندازه فکر کنیم مثلا 10 دقیقه یک روب، ولی یه حالت غریبه. باز من گفتم مشکل نداره، بچه از حالا جوونه، هر چیه بلش کن، حالا مثلا یه مقدار عصبانیه، حالا هر چی که هست نمیدونم. بعد شروع کردم پرسن، گفتم دخترم چی شده، آخه چرا اینجوری میکنی، چرا با همه قطع میکنی، اونجا تنهایی، اونجا کسی رو نداری، یه جوری باشه که ما بتونیم باهات تماس بگیریم، من بیام پیشت، بیام اونجا یا شما بیا. گفت نه شما برای چی بیای پیش من، مگه من اینجا موقعیتم خوبه که من بخوام بیام. گفتم نه خب باشه من میام ببینم، شما بیا. نه الان بیاد وارد لطفا مکالمتون نشید، ببخشید من چون این سر وقت کمی هست، اینکه شما چی گفتیدشون چی گفتن که کمک نمی کن. خب به کجا رسیدی؟ بله
هیچی آخر سر دیگه طوری شد که بعد از مثلا فکر کن 6-7 ماه شاید هم 8 ماه یه روز برای من اسمس داد که من با بابا میخوام صحبت کنم. باباشم اومد زنگ زد و صحبت کرد، بعد از 6-7 ماه قرار بودن صحبت کرد. دوباره مثلا یه سر بعد از این که صحبت کردن خیلی خوب، خیلی صمیمی، خیلی پدرشم طوری بود که خیلی محبت آمیز باش صحبت کرد. تموم شد. بعد از اینکه تموم شد فرداش دیدیم برای ما یه عالمه لیست نوشته، صحبت کرده که مثلا شما نباید از من بپرسید، من این قانونمه، این نمیدونم دیواری که من کشیدم، این فلان، خیلی حرفا قانونا گذاشته. باباشم دوستش خب یه مقدار دید اینجوری، گفت بابا این دختر چرا اینجوری میکنه، مگه ما چیزی بهش گفتیم، حرفی زدیم، اصلا این چرا اینجوریه دیگه. حالا اون تموم شد دیگه باباش صحبت نکرد، باباشم با اون صحبت نکرد، نه اینکه بگم اون، اصلا باباشم صحبت نکرد، ولی من باز باش صحبت کردم، صحبت کردم تا میام مثلا حرفی بزنم دیگه، یه حال و احوال پرسی و اینا میکنم، یکم دیگه نمیتونم چیزای دیگر ازش بپرسم، هیچی رو نمیپرسم، فقط میگم حالت خوبه، چطوری، خوبی، دیگه حرف پیدا نمیکنم، میگم هوا چطوره، کانادا سرده، خودت خوبی، فلان، این حرف. دوباره 10 دقیقه رو قطع میکنه، یعنی بیشتر از این صحبت نمیکنه. بعد این سری هم دوباره جدیدم باهاش صحبت کردم، گفتم دخترم چیکار میکنی، خوبی، چه خبر، و از این حرفا. بعد گفتم انشالله که همیشه سلامت باشی، انشالله لبت خندون باشه، چون چیز دیگه نمیتونم ازش بپرسم. اینا رو که بهش گفتم بهش میگه شما مگه از سلامتی من خبر دارید؟ همه اومدم بهش میگم که دخترم مگه چیه، چه اتفاقی افتاده؟ قطع کرد تلفن رو. بعد براش جرأت اسمس دادنم نداریم بهش، خودشم همش قانون میذاره که اگه این کارو کنی قطع میکنم دیگه، همه چی رو میبندم، باهاتون صحبت نمیکنم، اگر اون کارو بکنی قطع میکنم صحبت نمیکنم. اصلا ما الان یعنی هیچ چی در مورد این بچه شما حال دونستنتون مسئله نیست، مهم این است که چه مشکلی داره، خواهرش هم باهاش در ارتباط نیست. دقیقاً اونم ارتباطی نداره باید. نمیدونم مشکلش هم نمیگه به ما. نه سوال من این بود که شما از کجا تلفن میکنید؟ من از ایران. و اون وقت دختر بزرگتون کجاست؟ دختر بزرگم توی یک کشور دیگه، قبرسه. اوکی. و قبلا اینا با هم بودن چند؟ نه متوجه شدم، نه اونو متوجه شدم، نه متوجه شدم، ولی آیا با هم در ارتباط همکنون هستن یا نه؟ یعنی خواهرها اصلا خبر نه دارن؟ نه اصلا با خواهرش هم قطع، با باباش هم قطع. بنابراین دو تا احتمال هست عزیز، یا واقعا یه چیزی بس از شما داره به صورت سخت و سنگین که بعید میدونم، یه چیز عجیب و غریبی نمیدونم، برخی از وقت اوناست که اون احتمالش کمتر، ولیش اینه که حال روانیش خوب نیست. یعنی شما این گونه که توصیف میکنید دخترتون بیماره، اینکه چه بیماری داره من نمیدونم. دقیقاً من همین احساسو کردم. خب زمینه بنابراین شما اگر امکان داره یا خواهرش یا شما باید برید کانادا ببینیدش، یعنی راهی غیر از این نداره. دقیقاً وقتی من بهش میگم، یعنی یه سری هم کسی هم گفتم نه من میام پیشت، اصلا مهم نیست هر چی که هست من میام پیشت، یعنی من اینجوری میگم نه حالا که میخوام میام، چون من اصلا جا معوض میکنم، میرم جایی که شما اصلا جایی منو پیدا نکنید. خب آخه ببینید، خب همینجاست که گرفتاری. حالا شما باید از معمولا کانادا تو یکی از دو تا شهر بزرگ کانادا است، یعنی ونکوور هست و تورنتو هست. بسیار خوب، شما باید اونجا آشنایی پیدا کنید، بره براتون تحقیق کنه ببینه کجاست، یعنی بدون یک کجا زندگی میکنه، با کی زندگی میکنه، کارش چیه، وضعش چیه، خونش خونه $50، $5000، ماشینش $2000، $20000، اطلاعات میخواید شما؟ درست. خب اینو باید از این طریقی کسی نه، از نظر خونش که یه خونه خوبه، معمولی آپارتمانیه، اینو میدونم. نه شما من بگید نه، ماشین اینا نداره. شما من بگید در چه کار میکنه الان؟ داره ول، قبلش که توی خونه تدریس میکردن، یعنی توی خونه تدریس میکردن، آنلاین تدریس میکردن، الان هم همینه. حالا وابسته به یه شرکتی، به یه جایی دارن الان از طریق اونجا دارن آنلاین تدریس چیز آیلتس میکنن. بنابراین زبان انگلیسی درس میده؟ بله بله.
کاملا ایرانم مسلط بودن چون ما تمام این نه کاری به اونا نرم آخه یکی کسی هست در کانادا نشسته زبان انگلیسی رو به که بگم یه همچین راهی نمیشه چون یه ده اینایی که میاد نه متوجه هم عزیزم متوجه هستم بله. متوجه هستم حالا فکر میکنید از طریق این درآمد داره زندگی میکنه درسته؟ بله همینطور چون ما پول میفرستادیم براش تا 2 سال پیش حالا متوجه هم نه من عرض کردم وقتی ندارم ببخشید منو خیلی خب این طرف دوم من بفهم با کی زندگی میکنه میدونید کسی تو زندگیش هست یا نیست؟ نه هیچ کس میدونم هیچ کس اوکی پس تا سن 37 سالگی است و ازدواج هم نکرده مردی هم تو زندگیش نیست؟ نه هیچ کس نیست اصلا اونجوری من میدونم نیست حالا اگر بوده یا قبل از چیزی حالا شما فکر کنیم بزرگترین دلیل خشم نه میدونم عزیزم میشه من بفرمایید فکر بزرگترین گله و شکایتش از شما چیه بدون که وارد جزئیات بشید بزرگترین گله و شکایتش اینه که من مثلا تو بچگی مادر بزرگم منو دوست ندار همش خواهر بزرگم رو دوست داشتیم بنابراین شما گرفتارید عزیز ایشون باید یه کسی ببینتش یعنی شما باید یه راهی پیدا کنید اطلاعات بگیرید برای به قطع رابطهش که شما چیزایی نداره شما اینقدر میدونید که داره کار میکنه درآمدی داره خونه ای داره داره زندگی میکنه بعدم شما فرضتون در اینه که با مردی در ارتباط نیست که اونوری من تعجب آوره بنابراین یک کسی باید اطلاعاتی رو برای شما بگیره ببینید یک کسی رو میتونید که آگاه هست اونجا مثل که تلفنتون قطع شد یک کسی هست که آگاه هست آشنا هست بره اطلاعات بگیره برای که احتیاج به این دارید که ببینید چوری که زندگی میکنید و این ماجرای خشمش که منو دوست نداشتن و اینا بیشتر بازی و بهانه است و متاسفانه معنایی هم نداره کارش هم نمیشه کرد برای اینکه به هر حال حرفای آدم در سن 37 سالگی وقتی بزنه که مادر بزرگم یا شما خواهرم رو دوست داشتید یا منو دوست نداشته باشید خیلی براش کاری نمیشه کرد یعنی اصلا بر فرض که درست باشه تصورات و تخیلات کودکیست که خیلی از اوقات هم با واقعیات نمیخونه ولی به هر حال شما احتیاج به اطلاعات دارید ببینید از آشنایانتون کسی اونجاست همه این چیزایی که فکر میکنید میدونید رو چک کنید چون من نگران هستم که موضوع بیش از این باشه اصلا چگونه زندگی میکنه اگر یه هزینه ای هم داره تو این زمینه شاید بشه پرداخت که کسی اوضاع رو براتون گزارش بکنه شاید بیش از این دیگه نمیشه گفت ولی اطلاعاتی در موردش کسب کنید و اگر لازم شد و براتون امکانش هست خواهرش یا شما یه سری بهش بزنید و از نزدیک ببینید چه خبره این که بگه اگر شما اومدید من جامو عوض میکنم اونها که معنا نداره و بعدم اگر اینقدر کار خرابه معلومه شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید متاسفم که تلفنتون قطع شد برم به آخر وقتم رسید